نوشتم باران باران بارید. نوشته احمد رضا احمدی. وقتی پدرم به سفر رفت بهار بود. عطر عقاقیا به من فرصت نداد که بدانم پدرم به سفر رفته است. پدرم برای ما، من و خواهرهایم، مداد رنگی، یک مداد پاک کن، یک قفس و یک گنجشک در خانه گذاشت. وقتی پدرم لبخند خداحافظی بیزد، گنجشک غمگین و قهوه‌ای بود. گنجشک می دانست وقتی پدرم در خانه نباشد، کسی نیست تا قفسش را کنار حوض بگذارد، تا رنگ آب و ماهی را فراموش نکند. مادرم در خانه را بست تا دیگر کسی سخن از پدرم نگوید. در یک روز جمعه گنجشک از من خواست یک گنجشک دیگر نقاشی کنم تا او در قفس تنها نباشد. جمعه تعطیل بود. شنبه به کوچه رفتم. روی دیوار سفید خانه همسایه با مداد سبز یک گنجشک نقاشی کردم. قفس را به کوچه بردم. گنجشک هنوز در قفس بود. در قفس را باز کردم. گنجشک بیرون آمد. رفت کنار تصویر گنجشک روی دیوار نشست. دیوار را نوک زد. آنقدر نوک زد تا گنجشک نقاشی شده روی دیوار رها شد و پرواز کرد. دو گنجشک با هم دوست شدند. رفتند توی قفس. قفس را از کوچه به خانه آوردم. فردا یک شنبه بود. دو گنجشک در قفس بودند. با هم بودند، اما تنها بودند. گنجشک من زبان گنجشک دیوار را نمی دانست. گنجشک ها از من خواستند که روی دیوار سفید همسایه یک جاده نقاشی کنم با درخت های فراوان. من با مداد سبزم روی دیوار یک جاده نقاشی کردم. هنوز به درخت آخر جاده نرسیده بودم که مداد سبزم تمام شد. درخت آخر جاده را با رنگ زرد نقاشی کردم. تمام درخت های روی دیوار رنگ سبز بهاری داشتند. اما درخت آخر روی دیوار رنگ زرد پاییزی داشت. گنجشک ها درخت آخر جاده را نگاه کردند. غمگین شدند. می دانستند که درخت زرد هم غمگین است. گنجشک ها از قفس بیرون آمدند. روی درخت آخر جاده نشستند. درخت های سبز غمگین شدند که چرا گنجشک ها روی درخت زرد نشستند. باد وزید و برگ های درخت های سبز را ریخت. آنقدر ریخت که درخت زرد زیر برگ های سبز گم شد. گنجشک ها هم زیر برگ های سبز گم شدند. همسایه از صدای باد به کوچه آمد. باد آنقدر تند بود که کلاه همسایه را با خود برد. همسایه در کوچه به دنبال کلاهش دوید تا اینکه باد در خانه‌اش را بست. همسایه تا آخر خیابان به دنبال کلاهش دوید. اما کلاه رفته بود. همسایه غمگین بازگشت. در خانه‌اش بسته بود. می توانستم برای همسایه یک کلید نقاشی کنم که با آن در خانهش را باز کند. کلید را نقاشی کردم و همسایه دادم. همسایه در خانهش را باز کرد و به خانه رفت. روی دیوار نوشتم باران. باران بارید. روی برگهای سبز ریخت. آنقدر باران بارید که برگهای سبز سفید شدند. آن وقت دو گنجشک را در میان برگ ها دیدم. همسایه از صدای باران به کوچه آمد. چتر و کلاه نداشت. روی دیوار یک چتر نقاشی کردم. گنجشک ها چتر را از دیوار کندند و همسایه دادند و همسایه چتر را روی سرش گرفت. به خانه رفتم. قفس را به تنها درختی که در خانه ما بود آویختم.
در قفس باز بود. گنجشک ها از قفس بیرون آمدند، کنار حوض رفتند و در شاخه های نسترن خانه که عطرش به کوچه هم می رسید به خواب رفتند. نمی دانم چه خواب می دیدند. شاید مرا خواب می دیدند که کودک بودم، یا مداد رنگی ها را که رنگی بودند، یا خواب قفس را که درش باز بود، یا خواب کشتی را که در دریا بود و دریا آبی بود. شاید هم خواب پدرم را می دیدند که به سفر رفته بود. گنجشک ها روی شاخه های نسترن خواب بودند و من دلم می خواست خواب گنجشک ها را روی دیوار نقاشی کنم. فردا صبح گنجشک ها با آواز همسایه از خواب بیدار شدند. من و گنجشک ها به کوچه رفتیم. آواز همسایه را روی دیوار نقاشی کردم. آواز برای درخت کاج بود. من یک درخت کاج روی دیوار سفید همسایه نقاشی کردم. گنجشک ها درخت را از دیوار کندند و به خانه همسایه بردند و در باغچه کنار کاج تنهای همسایه کاشتند. گنجشک ها روی دو درخت پرواز کردند و آواز خواندند، اما همسایه باز تنها بود. همسایه پدرم را دوست داشت، اما پدرم به سفر رفته بود. هوا داشت سرد می شد. گنجشک ها هم دیگر آواز نمی خواندند و مدادهای رنگی هم داشت تمام می شد. فردا صبح که از خانه بیرون آمدم، روی دیوار همسایه با مداد آبی یک دریا نقاشی کردم. مداد آبی تمام شد. اگر می دانستم برای نقاشی کردن دریا باید این همه رنگ آبی داشت، یک دریاچه می کشیدم. چه خوب شد که آسمان آبی نکشیدم. سپس روی دیوار، روی دریای دیوار با مداد سیاه یک کشتی کشیدم با یک ملوان. ملوان دلش میخواست چشمهایش را آبی کنم که به رنگ دریا باشد، اما رنگ آبیم تمام شده بود، پس چشمهای ملوان را سیاه کشیدم. ملوان غمگین شد و با چشمهای سیاهش گریه کرد. آنقدر گریه کرد که چشمهایش کم رنگ شد، خاکستری شد. همسایه از صدای گریه ملوان و از صدای دریا به کوچه آمد. کشتی را دید. سوار کشتی شد. کشتی رفت. کشتی دور شد. یک لکه سیاه شد. گنجشک‌ها روی کاج همسایه داشتند به خواب می رفتند. از رنگ چشمهایشان پیدا بود که دارند خواب پدرم و همسایه را می بینند که از آنها خداحافظی نکردند و به سفر رفتند. تمام دریا آبی است. تمام دیوار دریاست با یک لکه سیاه که کشتی است. من و گنجشک‌ها پدرم و همسایه را می‌خواستیم که به سفر رفته بودند. مداد رنگی‌ها را برداشتم و روی لکه سیاه که کشتی بود پدرم و همسایه را کشیدم. پدرم و همسایه را با رنگی نقاشی کردم که هیچ وقت پاک نمی‌شد. کشتی از سفر بازگشت، به ما رسید. پدرم و همسایه از کشتی پیاده شدند. نزدیک ما آمدند. من و گنجشک‌ها شاد بودیم که دیگر تنها نیستیم. هر روز با پدرم و همسایه راه می رویم و بازی می کنیم. من به پدرم نقاشی را یاد دادم. پدرم امروز با مداد سبزی که از سفر آورده بود، دریای روی دیوار را رنگ سبز زد. دریا سبز شد، اما دریا دیگر دریا نبود. دریا چمنزار شد و کشتی روی چمنزار بود. من با مداد پاک کن کشتی را از روی چمنزار پاک کردم. من و پدرم روی چمنزار هزاران پرنده و گنجشک نقاشی کردیم. من روی چمنزار روی دیوار یک گل یخ نقاشی کردم تا هوای کوچه همیشه خنک باشد. همسایه ها از عطر گل یخ و از صدای گنجشک ها به کوچه ریختند. اما من هنوز کودک بودم.